Bye.
بسنگی مرهم هستن دل تنگی. قدوس قدوس یهوه پادشاه پر جلال، قدوس قدوس هست آمد شایسته مقامت. در ثروت و تنگ دستی امید من تو هستی، شادی و غم و درد تو به یاد من هستی. قدوس قدوس یهوه پادشاه پر جلال، قدوس قدوس هست آمد شایسته در ثروت و تن دستی. تو تنگ هستی امید من تو هستی، در شادی و غم و درد تو به یاد من هستی. قدوس قدوس یهوه پادشاه پر جلال، قدوس قدوس هست نامت شایع یاری از کس، چون که با تو مرا کافی است. کردن زندگانی نترسم هیچی تو هیچ کس را، چرا که تو رو میبرم شبانی. به دست تو هم میمپوستم زان که فرزنده ایزد در این دنیا به پیری و جوانی. به تو ما سرنه اشته خیشتر با سپاری میحیات جا بداری. نباشد راحت ما اتفاقی، تو شاه شاه حالا نام جایی، تو شاه شاه حالا نام جایی. نخواهم یاری از کس، چون که با تو مرا کافی است. دردن زندگانی نترسم هیچی تو هیچ کس را، چرا که تو کنی برم شبانی. به دست تو هم میمفوست از آن که کند لشکر به دورم پاسبانی، کند لشکر به دورم پاسبانی. سر از خم تر پرزنده ایزد در این دنیا به پیری و جوانی. به تو ما سرنه رشته بیشتر را سپاری، می حیات
estás, tú estás. Aleluya. در تنگی و در سختی های ما قوت بی حدش نمایان، اگر نامش با ایمان خوانیم شاد شویم و پیروزی یابیم. او زنده است، او قادر است، او قادر است، شایسته است تو عیسی. تمجیدش کن با قوت بخوان، حمد و تسبیحش کو فراوان، از آسمان مدد بیاید ملائکه روبی فرشتگان. او زنده است، او قادر است، او قادر است، شایسته است تو عیسی. خود را هرگز تو تنها مبین، در کنار خود عیسی را بین، توکل کن آوازش یقین، جنبش نخواهی خورد عیسی سمین. او زنده است، او قادر است، او قادر است، شایسته است تو عیسی. او زنده است، او قادر است، او قادر است، شایسته است تو عیسی. خود را هرگز تو تنها مبین، در کنار خود عیسی را بین، توکل کن آوازش یقین، جنبش نخواهی خورد عیسی سمین. او زنده است، او زنده است، او قادر است، او قادر است، شایسته است تو عیسی. او زنده است، او زنده است، او قادر است، او قادر است، شایسته است تو عیسی. شکوه و جلال سما، محض ایمان بیلیم آن سرا، بعد پر بوده او این چنی، تا دهد ما رو خود بری. چه زیباست آسمان، فارغ از عشق و درد و فغان. چه زیباست آسمان، بود دور آن هم به تجلیل و شکرش کنیم، با دعاها حضورش رویم، چون خدای پدر بهر ما دیگرین تن پسر را فدا. چه زیباست، چه زیباست آسمان، فارغ از عشق و درد و فغان. چه زیباست آسمان، چون که بره بود دوره آن، بخش فیض عظیمی نمود، هر گناه دلم راز دور. بنگری رحمت بی کلان، خانده از هر نژاد و زبان. چه زیباست آسمان، عشق و درد و فغان. چه زیباست آسمان، چون که بره بود دور آن، چون که ساکن شویم در سما، تاج عزت بود سما، آن مسیح منجی و شاهدی باشدم در سرود باشدی. چه زیباست آسمان،
عشق و درد و فغان چه زیباست آسمان چون که بره بود نور آن تا که شبیم در سما تاج عزت بود ارس ما کان مسیح منجی و شاهنی باشدن بر سرود آشری چه زیباست آسمان فارغ از عشق و درد و فغان چه زیباست آسمان چون که بره بود نوره ها. اگه یادتون باشه گفتیم که پولس رسول این نامه رو از توی زندان می‌نویسه، ولی مطالب جالبی در این کتاب هست که شاید امروز به مناسبت نباشه در رابطه با این قسمت از کلام خدا نگاه بکنیم. به طور مخصوص پولس رسول که در زندان اسیر هستش، می‌بینیم که در رساله به فیلیپیان اشاره می‌کنه به مطالب مخصوص به طورش مثل شادی، مثل خوشی، در صورتی که در زندانه. چند نفر میشناسید که در زندان هستن، محکوم به اعدام هستن، ولی راجب خوشی صحبت میکنن، دور از فامیل، دور از دوستان، ولی پولس این کارو میکنه. مطلب به خصوصی رو که امروز میخوایم با هم نگاه بکنیم در رساله اول هستش، یعنی فصل اول آیه 21 به بعد میتونیم پیدا بکنیم. فیلیپیان فصل 1 آیه 1 به بعد، آیه 21 به بعد. زیرا مقصود من از زندگی مسیح است و مردن نیز به سود من تمام میشود. اما اگر با زنده ماندنم بتوانم کار ارزنده انجام دهم، من نمیدانم کدام را انتخاب کنم. بین دو راهی گیر کردم. اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است. اما به خاطر شما زنده ماندن من واجب تر است. با هم چند لحظه دعا بکنیم و بخوایم خداوند کلام خودش را برکت بده. شکرت بکنیم ای خداوند. هللویا. امشب ما هر کدومون با نیازهای مختلف جمع شده ایم. بعضی از ما دل شکسته، بعضی از ما شاد، بعضی از ما موفق، بعضی از ما مشکلات به خصوص خودمون رو داریم. حضور خدا در بین ماست. خدایی که دیروز عمل میکرده امروز هم میتونه عمل بکنه. امروز خدا در بین ماست دلهای شکسته رو تسلی بده. خدا امروز در میان ماست تا پاهای سست شده رو قرص کنه. کافیست که از او بخواییم، بگیم خداوندا من به حضور تو میام، من دلم رو برای تو باز میکنم، زیرا که تو خدای جمیع تسلیات هستی، خدای قادر مطلق که عمل میکنی. من رو لمس کن، من رو ملاقات کن، خداوند از طریق کلامت با ما صحبت کن، به نام مسیح، آمین. مهمترین سوالی که علم و مذهب سعی در پاسخ به دادن به اونها دارن این گونه سوال ها هستن. شما مهم نیست آدم مذهبی هستید یا آدمی هستید که به علم اعتقاد دارید. دوست عزیزی چند روز پیش زنگ زده بود، بینامونشان البته، و من 3 ساعت بحث میکرد از نظر فلسفی، علم و روانشناسانه. از من میخواست که من بتونم بعضی چیزا رو بهشون ثابت کنم که من قول دادم بهش قادر نخواهم بود که ثابت کنم، ولی مهم نیست. سوال های نشاید باشن برای ما کی هستیم؟ به کجا میریم؟ از کجا اومدیم؟ به کجا میریم؟ آیا زندگی پس از مرگ وجود داره؟ آیا خدا وجود داره؟ آیا اصلا این زندگی مهم هست؟ این سوالایی که بشر باش درگیره. شاید این سوال خیلی از ما باشه. شاعر معروف ایرانی چی میگه؟ از خاک برآمدیم و بر خاک میرویم. این آمدن و رفتن ما از بحر چه بود؟ دنبال چی میگردیم؟ این سوالا خیلی سوالای مهمیه. اگر نمی‌کنید شاید یه چیزی اشتباهه. هر انسان معمولی سوال از خودش می‌کنه. چرا مهم هستن؟ چون که نشون میده که تصمیم گیری ما و نگرش ما نسبت به این گونه سوال‌ها نشون میده که ما آیا به دنیای بعد از مرگ اعتقاد داریم یا نداریم. آیا اصلا بودن یا نبودن برای ما مهم هست یا نیستش. در واقع روش زندگی ما با این طرز تفکرات هستش که شک می‌گیره. به طور مثال اگر ما یک آدمی هستیم که فقط عقل‌گرا هستیم، برای ما مهم نیست مسائل الهی، مسائل کتاب مقدسی، شاید برای ما مهم نباشه که رویه زندگیمون چی هست، چی میخوریم، چی میپوشیم، چجوری حرف میزنیم، آیا ازدواج ما به چه شکله،
آیا بچه‌های ما چطور بزرگ میشن؟ اهمیتی نداره. چون زندگی همینه دیگه، همین دو روزه است. زندگی میکنیم، میخوریم، میپاچیم. حالا امروز رو بچسب، فردا رو ولش کن. اما اگر یک مبشر مسیح رو در نظر بگیریم به طور مثال، کسی که زندگی خودش رو وقف خدا کرده، کسی که از خانه و کاشانه خودش میزنه و میره برای اینکه به یک کشور دیگه، به یک ملت دیگه راجع به پیام انجیل صحبت کنه، اگر با اون شخص صحبت کنه، شاید زندگی برای اون معنی دیگه داشته باشه. برای اون شخص مادیات، مسائل دنیوی، خیلی امکانات دیگه ای که مردم به خاطر اون آدم میکشن و سر دست میشکنن، شاید برای اون شخص بی اهمیت باشه. پس فرق میکنه که آیا ما نسبت به این سوال ها چی فکر میکنیم، چجوری تصمیم میگیریم تو زندگیمون. نگرانی های ما و خیلی مسائل دیگه در زندگی ما از همونجا نشأت میگیرن. ببخشید، این هم تکنولوژیه دیگه، کارش نمیشه کرد. تکنولوژی هم خوبه هم اذیت میکنه. عیسی مسیح خیلی خوب میگه برای شما چه فایده‌ای دارد اگر تمام دنیا را داشته باشید ولی زندگی یا زندگی جاوید را از دست بدهید. او میگوید آیا چیزی پیدا شود که قدر و قیمت آن زندگی را داشته باشه و یا از زندگی جاوید برتر و بهتر باشه؟ امروز ما به این سوال باید جواب بدیم. من دنبال گشتم ببینم که متفکرین ایرانی، دانشمندان، نویسندگان، شاعرین راجع به مرگ چی فکر میکنن. یک شخصی رو پیدا کردم که کم و بیش همه ما میشناسیم به نام صادق هدایت. صادق هدایت در مورد مرگ اینجوری صحبت میکنه: از شنیدن مرگ احساسات جانگدازی به انسان دست میزد، خنده را از لب میزداید، شادمانی را از دل میبرد، تیرگی و افسردگی آورده، هزار گونه اندیشه های پریشان از جلوی چشم میگذرد. اولش منفی شروع میکنه، چرا که این عقیده بسیار از مردم دنیا است. ولی در ادامه اینطور میگه: ای مرگ، داره با مرگ صحبت میکنه، تو از غم و اندوه زندگانی کاسته آن را از دوش بر میداری، سیه روز تیره بخت سرگردان را سر و سامان میدهی، تو نوشداروی ماتم زدگی و ناامیدی میباشی، دیدی سرشکبار را خشک میگردانی، تو مانند مادری مهربان هستی که بچه خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده نوازش میدهد و در نهایت میخواباند. تو زندگانی تلخ، زندگانی درنده نیستی که آدمیان را به سوی گمراهی کشانیده در گرداب سهمناک پرتاب میکند. انسان چهره تو را ترسناک کرده از تو گریزان است. فرشته تابناک را اهریمن خشمناک پنداشته، چرا از تو بیم و هراس دارد؟ چرا به تو نارو و بهتان میزند؟ تو را پرتو درخشانی اما تاریکیت میپندارد. تو سروش فرخنده شادمانی هستی اما در آستانه تو شیون میکشند. تو فرستاده سوگواری نیستی، تو درمان درد دلهای پژمرده میباشی و تو دریچه امید به روی ناامیدان باز میکنی. تو از کاروان خسته و درمانده زندگانی مهمان نوازی کرده آنها را از رنج راه و خستگی میرهانی. تو سزاوار ستایش هستی، تو زندگی جاودان داری. این روش فکری یه شخصیه که به یه چیزی ورای اون چیزی که روی زمین وجود داره ایمان داره. بیاید با هم دیگه مزمور 90 رو نگاه کنیم. مزمور 90 رو حضرت موسی به قول عده‌ای نوشته، شاید به ما کمک کنه که بتونیم راجع به این موضوع بیشتر فکر کنیم و بتونیم خیلی دل خدا رو، فکر خدا رو راجع به زندگی و زندگی بعد از مرگ بفهمیم. پولس رسول در زندان برای ما می‌نویسه شاد باشید. بازم میگویم شاد باشید. زندانی که در اونجا شاید مشکلات خود خاص خودشو داشت که هفته گذشته اشاره کردیم، اما یک امیدی، یک طرز فکری، یک روش زندگی در زندگی پولس رسول وجود داره که او میتونه اون رو در نوشته‌های خودش بنویسه و از مردم بخواد، از کلیسا بخواد که در شادی بکنن، از اون رویه زندگی که خدا به اونها داده و لذت ببر از اون چیزی که خدا براشون فراهم کرده. مزمور 90 رو با هم نگاه میکنیم. خداوندا، تو همیشه پناهگاه ما بوده ای. پیش از آن که کوها را بیافرینی و زمین و جهان را به وجود آوری،
از ازل خدا بوده ای و تا ابد خدا خواهی بود. تو آدمیا را به خاک برمیگردانی و میگویی ای فرزندان آدم به خاک بازگردید. هزاران سال در نظر تو مانند یک روز است. هزاران سال برای خدا مثل یک روزه، مانند دیروز که گذشته است و مانند پاسی از شب. آیه 5، تو ما را مانند طوفان از جا میکنی. زندگی ما مانند یک خواب است، مثل گیاهی که صبحگاهان میروید، صبحگاهان میروید و شب هنگام از بین میرود. با غضب تو از بین میرویم و خشم تو ما را به وحشت میاندازد. آیه 8 از مزمور 90، گناهان ما را در حضور خود گذاشته ای و خطاهای پنهانی ما نزد تو آشکار است. غضب تو عمر ما را کوتاه می سازد. دوستان میگن چرا عمر در این زمان آخر کم شده، کوتاه شده؟ کلام خدا میگه به خاطر گناه. خدا ما را آفرید که ابدی باشیم، اما گناه کاری کرد در زندگی انسان که عمرش کوتاه‌تر بشه و مانند خیالی به آن خاتمه میدهد. دوران عمر ما 70 سال است و یا اگر قوی تر باشیم ممکن است 80 سال زندگی کنیم. خدا رو شکر اگه خدا به کسی بالاتر از 70 و 80 عمر میده، این فیض خداست و باشه بزرگترهای ما اینگونه زندگی کنن. اما همه دوران زندگی ما آمیخته با رنج و زحمت است و به زودی به سر میرسد و فنا میشویم. چه کسی میتواند میزان خشم تو را بداند؟ چه کسی میداند که از غضب تو چقدر باید ترسید؟ آیه 12 خیلی برای من مهمه، چون که فکر میکنم کلید این فصل همینجا باشه، چیزی که امروز بیشتر میخوایم راجبش فکر کنیم و زندگیمونو باهاش مقایسه کنیم. مزمور 90 آیه 12، به ما تعلیم بده تا بدانیم که دوران عمر ما چقدر کوتاه است، تا شاید عاقل شویم، شاید حکیم شویم. خداوند خشم تو چقدر طول خواهد کشید و بر بندگان خود رحم فرما. صبحگاهان دلهای ما را از محبت پایدار خود لبریز گردان تا عمر خود را با سرود و شادی به سر بریم. به اندازه روزهایی که غم نصیب ما کردی اکنون ما را شادمان ساز، تا بندگانت کارهای عجیب تو را مشاهده کنند و فرزندان ما قدرت عظیم تو را ببینند. و اینطور مزمور خدا به اتمام میرسونه، رحمت و لطف تو ای خدای ما نصیب ما باد و خدا ما را در تمام کارهایمان برکت دهد. این یه مزموریه، یک سرودهیه که بعضی ها میگن موسا نوشته، که حکایت از اون چیزی میکنه که شاید امروز خیلی از ما مایلیم جواب اون رو بدونیم، یا شاید فکر میکنیم به عنوان یک مسیحی، به عنوان یک انسان چطوری میتونیم دل خدا رو به دست بیاریم، چطور خدا از ما شادمان میشه. سرانده مزمور خودش رو اینگونه شروع میکنه که خدا مسکن و پناهگاه ماست. به عبارتی خدا مکان ماست، خدا خانه ماست، خدا جایگاه ماست، خدا اون چیزی است که ما بهش احتیاج داریم. چیزی که امروز در قرن 21 مردم میگن راجبش حرف نزن، راجب خدا حرف نزن دیگه، این دموده شده. این موضوع برمیگرده به هزاران سال، راجب چیزهای جدید حرف بزن، راجب چیزهایی که قرن 21 مردم بیشتر میپسندن. اما او میگوید که خدا پناهگاه ماست. وقتی این قسمت رو میخوندم یاد گفته مسیح افتادم در انجیل یوحنا فصل 14:2. مسیح میدانست که در فصل 13 کم کم داره آماده میشه برای اینکه او را مصلوب بکنن. در فصل 14:2 میگوید من میروم نزد پدر تا برای شما مکانی مهیا کنم، مسکنی مهیا کنم، پناهگاهی مهیا بکنم. چون که او میدانست که وقتی که او جریمه گناهان بشر رو بده رو صلیب، چند نفر میدونیم که مسیح غافلگیر نشد رو صلیب، شهید نشد، بلکه او داوطلبانه جان خود را داد تا جریمه گناهان ما را پرداخت بکنه. او میدونست که بعد از اون مکانی برای بشر، بشری که نمیدونه از کجا آمده به کجا میره، مهیا خواهد شد که اون شخص ایمان آوردن میتونه در حضور خدا ساکن بشه، میتونه در آنجا مأوا بگزینه. برای همینه که مسیح میگه نزد من بیاید تمامی گرانباران و زحمت کشان، چون من شما رو آرامی میدم، من به شما جا میدم، من به شما مکانی مقدس و زندگی عالی میدم. در واقع در این قسمت میخواد نشون بده که خواست خدا برای انسان این هست که او نجات پیدا بکنه. آیه 3 نکته جالبی رو میگه، در این ترجمه میگوید تو آدمیان را به خاک برمیگردانی و میگویی ای فرزندان آدم به خاک بازگردید. ترجمه اصلی میگه ما را به قبار برمیگردانه، انگلیسی میگه به داست برمیگردونه.
در پیدایش باب دوم وقتی خدا آدم رو میآفرینه میگه او رو از خاک زمین سرشت، به عبارت به از طریق داست زمین، غبار زمین سرشت. و در وقتی که فصل 3 آدم گناه میکنه، خدا میگه چون گناه کردی از خاک بر اومدی و به خاک باید برگردی و در تمام عمرت، در مادامی که رو زمین هستی، به عرق پیشانید نان خواهی خورد. دوستانی که میگن چرا باید اینقدر کار کنیم، آقا خسته شدیم، این چه زندگیه؟ به خاطر گناه بشره. ولی نکته جالب که ما راجبش داریم صحبت میکنیم اینه که ما باید به خاک برگردیم. عجبا که مردم فکر میکنن چرا یک شخصی فوت میکنه، اگرچه دوری اون شخص برای من سخته. بنده پدرم 12 سالم بود از دست دادم. دوری یک شخصی که باهاش سالها خاطره داشتم سخته، ولی فراموش میکنیم که از کجا آمده ایم. و مسیح برای ما باز میکنه چه چیزی بالاتر از زندگی همیشگی و ابدی ما روی زمین هست که به این خواهیم پرداخت. خواست خدا اینه که انسان بتونه ابدیت رو در حضور خدا سپری کنه، ابدیت رو در حضور زنده خدا باشه، تا اینکه محبت خدا رو بتونه تا ابد بچشه. اگر ایمان داریم، ایماندارا بگید آمین. کمک میکنه به من یه نفس بکشم. میگه زندگی انسان مثل یه گیاهی میمونه که امروز آبش میدی رشد میکنه، ولی فردا پژمرده میشه. انسانی که یه عمری تلاش میکنه، سعی میکنه با سبقت و رغبت و چیزهای مختلف از انسان دیگه جلو بگذنه، به جایی میرسه که مثل گیاه از بین خواهد رفت. زندگی ما زندگی کوتاهی هست. محلی است برای اینکه ما بتونیم محبت خدا رو لمس کنیم و بتونیم در نهایت با پذیرفتن محبت خدا ابدیت رو در حضور او سپری کنیم. ببینید دوم پتروس راجع به این موضوع چی میگه. شاید ما که ایماندار هستیم از خودمون بپرسیم، به مسیح، شاید از خودمون بپرسیم بگیم خب اگر ما نجات پیدا کردیم و قراره که ابدیت رو در حضور خدا باشیم، پس چرا مسیح بر نمیگرده ما رو با خودش ببره به آسمان؟ پس چرا ما از این دنیا زودتر نریم تا خلاص بشیم؟ دنیایی که اینقدر درد، غصه است، مرض و غیره و ذلک. در رساله دوم پتروس فصل 3 آیه 8 و 9 پتروس به ما جواب رو میده. ببینید با هم دیگه نگاه بکنیم. دوم پتروس فصل 3 آیه 8 و 9 میگوید اما ای عزیزان، این نامه رو داره پتروس مینویسه به کلیسایی که از زمینه یهودی به مسیح ایمان آوردن، امروز تحت شکنجه هستن و میگن که چرا باید یک مسیح اینقدر زجر بکشه، چرا مسیح نمیاد ما زودتر نجات پیدا بکنیم. میگوید اما ای عزیزان، این حقیقت از شما پنهان نماند که در نظر خداوند یک روز مثل 1000 سال و 1000 سال مثل یک روز برای خداوند میباشد. خداوند در انجام آنچه وعده داده است آنچنان که بعضیا گمان میکند تأمل نمیکند، بلکه کلید اینجاست، جواب اینجاست، بلکه با صبر شما را تحمل مینماید. داره دنیا را خدا با صبر تحمل میکنه، زیرا نمیخواهد کسی نابود شود، بلکه مایل از همه از گناهانشان توبه کنند. آنانی که ضد انجیل هستند، ضد کلام خدا، ضد خدا هستند، شاید فکر میکنن که بابا این داستانا چیه، این کشیشا میگن، در بعضی جاها دیگه رهبران دیگه مذهبی میگن، حالا کو اینا کی و عملی میشه؟ صبر خدا به خاطر اینه دوست من، به خاطری که خدا میخواد ما توبه کنیم و میخواد ما نجات بیابیم. برای خدا خیلی اهمیت داره ابدیت من و تو. برای خدا خیلی با ارزشه که اگر من از این دنیا برم کجا میرم. ما خیلی راحت میگیم برو به جهنم بمیر، ولی برای خدا اینطور نیست. خدا نمیخواد ما به جهنم بریم، خدا نمیخواد ما بمیریم، بلکه میخواد ما حیات جاودان پیدا بکنیم. زندگی کوتاهه، روی زمین زندگی نخواهد کرد. اما سوال اینجاست با این گفته که با هم نگاه کردیم، آیا زندگی ارزش این همه ناملایمتی ها رو داره؟ آیا زندگی اینقدر ارزش داره که انسان‌ها به خاطر آن این گونه زندگی بکنن؟ شخصی میگوید من که میدانم شبی عمرم به پایان میرسد، نوبت خاموشی من سهل آسان میرسد، من که میدانم تا سرگرم بزم هستیم، مرگ ویرانگر چه بیرحم و شتابان میرسد، پس چرا عاشق نباشم؟ من که میدانم به دنیا اعتباری نیست، بین مرگ و آدمی قول و قراری نیست،
من که میدانم اجل ناخوانده و بیدادگر سرزده میآید و راه فراری نیست. پس چرا عاشق نباشم؟ همه ما میدانیم وقتی یک نفر فوت میکنه چقدر چیز سختیه. همه ما میگیم حیف شد این شخص از بین ما رفت. دوستان میگن انقدر دایی خود را دوست داشتن که مثل پدر بود برای اونها. همه ما وقتی عزیزی رو خاک میکنیم، در مزارش کنار مزارش ایستادیم، شاید گریه میکنیم، اندوه داریم، ولی خیلی از ما هستیم که وقتی از قبرستان میایم بیرون فراموش میکنیم که روزی ما هم خواهیم مرد. چرا پس ما عاشق نباید باشیم؟ چرا نباید همدیگر رو محبت کنیم؟ چرا نباید خطای همدیگر رو ببخشیم؟ چرا نباید پای همدیگر رو بشوریم؟ خدا این رو از ما میخواد. انجیلی رو به ما یاد میده. اگر ایمان داریم بعد محبت کنیم، به هم بگید آمین. نترسید. نمیام بعد از جلسه بگم چرا من محبت نکردید. کلام خداست، بعد بگیم آمین. آمین یعنی بله بشود. من باور دارم. من میپذیرم. برگردیم به مزمور 90. سراینده میگوید زیرا که در غضب تو کاهیده میشویم. اون میدونه که قوم اسرائیل به ضد خدا عمل کرده، موافق اراده خدا عمل نکرده. میدونه که انسان زیر خشم خداست. میگه زیر خشم تو پنهان نمیتونیم بشیم. بالاخره آنچه که نصیب ما میشه همونی که کاشتیم رو همون رو درا خواهیم کرد. و بعد اشاره میکنه که عمر انسان چقدره. انسان احکام خدا رو اطاعت نکرده. مزمور 39 آیه 5. مزمور 39 آیه 5 میفرماید روزهایم مثل یک وجب، اینک روزهایم را مثل یک وجب ساخته ای. عمر انسان مثل یک وجبه. حالا وای به حال اونایی که دستاشو کوچیکتر از منه، از اون وجبم کمتره. مثل یک وجبه. و زندگانی هم در نظر تو هیچ است. از دیدگاه خدا، خدایی که خالق آسمان و زمینه، ستارگان را آفریده، که ستارگان آسمان مثل شنایی که دریا برای اون میماند، زندگی انسان چیز سخت نیستش. ولی اینکه ما بفهمیم و کلام نشون بده که همین خدا با این همه عظمتش منو دوست داره، خیلی با ارزش تره، خیلی زیباتره، خیلی شگفت انگیزتره که خدایا در این همه چیزها باز تو به فکر من هستی، برای من ارزش قائل هستی. من که نمیتونم از شکرگزاری خدا بایستم. یقینا هر آدمی محض بطالت قرار داده شده است. برای بسیاری از مردم که با دنیا سرگرم هستن، زندگی یک چیزی باطلی بیش نیست. امروز دارن، فردا ندارن. امروز هستن، فردا نیستن. بتالته. سراینده کتاب جامعه میفرماید، میگه من هر چی دلم خواست، حضرت سلیمان، هر چی فکر میکردم خوبه به دست آوردم. شما تا اون آخرشو ببینید. تو ایران میگن اندش. اندشو ببینید. تا آخرشو ببینید. هر چی خواستم داشتم. با بس. میگه وقتی برگشتم نگاه کردم دیدم همه چیز باطل اباطله. اسم خودشو میذاره باطل. ای انسان تو چی هستی؟ باطل و اباطیل هستی. برای کسی که برای خدا زندگی نمیکنه، برای کسی که زندگی فقط همینه که جلو چششه، زندگی چیزی جز باطل اباطیل نخواهد بود. اما بریم آیه 12 که من بیشتر روش میستم. میگه خداوندا ما را تعلیم بده تا ایام خدا بشماریم. چطور اینو با هم بگیم؟ میتونه دعای من شما باشه، مهم نیست. اگر مسیح هم نیستید اینو بگید، خیلی چیز زیباییه. بگید با هم دیگه، خداوندا مرا تعلیم بده تا ایام خود را بشمارم. اون چیزیه که من و شما باید راجبش فکر کنیم. اون چیزیه که امروز ماها که باقی مانده ایم باید روش تفکر کنیم و تصمیم بگیریم. اون دوست عزیزی که فوت کرده، به هر حال فوت کرده، میگیم فوت کرد، درگذشت. ولی من و شما که مانده ایم باید بدونیم طول ایام زندگیمونو چگونه میخوایم سپری کنیم. پولس اینو میدونست. پولس در زندان بود ولی میدونست که داره برای چی زندگی میکنه. خیلی ها بیرون از زندان هستن و نمیدونن برای چی باید زندگی کنن. همه چی دارن، آزادی دارن، مقام دارن، شخصیت دارن، همه اینها از پولس گرفته شده. یک دانشمند مسیحی، یک دانشمندی که کتاب مقدس رو بلد بود، یک مؤسس کلیسا که چندین کلیسا تأسیس کرده بود، یک شخصی که شما بهش افتخار میکنیم و میگیم کاش که پولس اینجا بود، ما یه دست بهش میدادیم، چون بیشتر تعالیم اساسی کتاب مقدس رو ایشون برای ما نوشتن. تا
تعالیم بنیادی، دکترین های مهم مسیح، آموزه های بسیار عالی راجع به مرگ، بعد از مرگ، زندگی مسیح، اخلاقیات زندگی مسیح، همه رو زیر پا گذاشته و در زندان نشسته، ولی میدونه اگرچه در زندانه برای یک هدفی داره زندگی میکنه. میگه میدونم مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. من میدونم برای چی دارم زندگی میکنم. سرنده دعا میکنه، میگه خداوند بر ما رحم کن، بر ما رحم کن تا بدونیم که خواهش تو چیه، اراده تو چیه، ما رو تعلیم بده. اینجا در عهد عتیق اسامی مختلفی در عبری برای خدا به کار گرفته شده. ما مثل القابی داریم مثل ادونای، یعنی خداوند، استاد، شخصی با اقتدار. یکی دیگه از اسمای خدا الهیم هست، یعنی حاکم قدرتمند که همه اقتدار رو داره. و یهوه که در سرودها هم خواندیم که میگوید وقتی خدا خودشو به موسی آشکار کرد در بوته آتش، گفت خداوند من برم بگم کی منو فرستاده؟ گفت برو بگو منو من هستم فرستاده، یهوه. در عهد جدید وقتی یهودی ها میان پیش مسیح میگن تو کی هستی؟ میگه من هستم. در واقع میخواد بگه من با خدا یکی هستم، کسی که همیشه زنده است. همین عبارت رو استفاده میکنه در آیه 13 وقتی میگه خداوندا، یا در آیه 12 میگه به ما تعلیم بده. یعنی میخواد بگه ای که همیشه زنده هستی، ای که قرار نیست غیر از تو کسی دیگه روی این زمین زنده بمونه، به ما تعلیم بده که ایام خدا بشماریم. دوباره بریم با هم نگه به اول پتروس باب 4 این نفع نگاه بکنیم، که میخوام چند لحظه با ایماندارا در این لحظه صحبت بکنم، دوستان مخصوص، دوستان ایماندار ما که هر روزه با خداوند از طریق مسیح راه میرن، و همینطور میتونه برای مهمانانمون هم این قسمت کمک بکنه. فصل 4 اول پتروس. پیدا کردید بگید پیدا کردم. آها، یعنی کتاب مقدس دارید همراهتونه. اول پتروس باب 4. اگه کتاب مقدس ندارید برید از خونتون بیارید جلسه بعد. بدون کتاب مقدس نیاد کلیسا، کلا سرتون میره. اول پتروس باب 4. اگه ندارید بعد از جلسه از میز کتاب فروشی بخرید. پس چون مسیح متحمل درد و رنج‌های جسمانی شد، شما نیز باید خود را برای همین کار آماده سازید. زیرا کسی که درد و رنج کشیده است دیگر گرفتار گناه نمی‌شود. چطور میشه ایماندار گناه نکنه؟ ایمانداری که تحت شکنجه هست به خاطر ایمانش سختی میکشه، و ما داریم در همین کلیسا که کسانی هستن در همین آمریکا دارن به خاطر ایمانشون اذیت میشن، میگه این گناه آدم‌ها چون شکنجه و سختی و مشکلات بر زندگیشون میاد، دیگه گناه براشون جای نداره تو زندگیشون. میگه بیاد مسیح بیافتید که چگونه این چیزها رو تحمل کرد و تا آخر عمر خود بر طبق اراده خدا زندگی خواهد کرد، نه به هدایت شهوات نفسانی. کسی که محبت خدا رو چشیده، کسی که محبت خدا رو درک کرده، ایام زندگی خدا اینگونه میشمارد که خداوند من دیگه نمیخوام مثل سابق، مثل قبل از ایمانم که مسیر رو نمیشناختم، نجات رو تو زندگیم لمس نکرده بودم، دیگه نمیخوام شهوات نفسانی زندگی منو کنترل بکنه، بقیه عمرم میخوام طبق اراده خدا زندگی کنم. میتونید به خدا اینو بگید، بگو خداوند میخوام بقیه عمرم رو طبق اراده تو زندگی کنم. تا این لحظه که مسیر رو نشناخته بودیم، ما طبق اراده خودمون زندگی میکردیم، هر چی که دلمون میخواست، من برای من، برای من، برای من. اوکی، امروز مردم دنیا این کارو میکنن، برای هم دیگه از هم دیگه سبقت بگیرن، هم دیگه رو میکشن و چیز دیگه، فقط همه چی من، مقام من، ثروت من، خانواده من، دارایی من. ولی امروز که میگه به مسیح ایمان آوردیم، دیگه نمیخوام برای خودمون زندگی کنیم، میخوام برای تو زندگی کنیم. خداوندا ارزش نداره؟ آیا خدا لایق نیست؟ خدایی که من آفریده آیا لایق نیست که من برای او زندگی کنم؟ خدایی که به خاطر من انسان شده، جسم پوشیده، روز صلیب گناهان منو، جریمش رو پرداخت کرده، آیا لایق نیست که ما بقیه زندگی من صرف خدمت او بشه؟ او شایسته است، او شایسته است. دیگه نمیخوام برای خودم زندگی کنم، بسه. تا موقعی که برای خودم زندگی کردم نتایجش رو دیدم دیگه. دیگه نمیخوام برای خودم زندگی کنم. تا مادامی که ما برای خودمون زندگی کنیم، به فکر خودمون، پرستیژ خودمون، مقام خودمون، زندگی خودمون باشیم، زندگی ما برای چیز، زندگی زمینی ما یه چیز سرد و غم‌انگیز و
وامانده و درمانده و بیچاره خواهد بود. اینه دیگه. برای همینه که مردم آرامش ندارن دیگه، چون هی دارن برای خودشون زندگی میکنن، هی میرن جلو. بابا آرامش چی شد پس؟ نه پیدا نکردیم، از خاک اومدیم بر خاک، عمر ما گذشت. چون برای خود داره زندگی میکنه. هاشا از ما ایماندارا اگه برای خودمون زندگی کنیم. آیه 3، زیرا شما در گذشته به قدر کافی وقت خود را صرف کارهای که خدا نشناسان میل به انجام آن دارن کرده اید. بس دیگه. در آن وقت زندگی شما در هرزگی، شهوترانی، مستی، عیاشی، مجالس میگساری و بت‌پرستی شرم‌آور سپری میشد. این روش زندگی مردم دنیاست دیگه، نه؟ آخرش به اینا میرسه دیگه. حالا شاید بگم ما بت‌پرست هستیم، ولی وقتی من پولو بیشتر از خدا دوست دارم، وقتی من فوتبال برام مهمتر از خداست به کلیسا نمیرم، خب میشه بتم دیگه. وقتی ماشین من، حالا اسمش بماند تبلیغات نکنیم، ماشین من فلان، ماشین من واجبتر از کلیساست، بر حضور خداست، خب همینه دیگه، بت‌پرستی دارم میکنم. ما از اینا آزاد شدیم و اکنون آنها از این که شما دیگر چنین زندگی بی بند و بار در زندگی بی بند و بار اونها شرکت نمی کنید تعجب بکنن و از شما بدشون می آید. بعید نیست دنیا از یک نفر بدش بیاد که تا دیروز در این گونه مجالس شرکت می کرده، امروز میگه نه میخوام برم کلیسا خدا رو عبادت کنم. این کیه دیگه؟ اون مول شد بابا، این اومد آمریکا به جایی که پیشرفت کنه رفت بدتر شد. روش فکر زندگی فرق میکنه، فکری ما فرق میکنه. و ادامه میده و اگر بخونید ادامه آیات رو، میگه هوشیار باشید، بیدار باشید ایماندارا، که چگونه دارید زندگی میکنید، چگونه رفتار میکنید، چگونه سخن میگویید، چگونه از پولتون استفاده میکنید، چگونه از خونتون استفاده میکنید، چگونه از مقامتون استفاده میکنید. حتی به واعظین میگه، میگه ای واعظین مثل طوری وعظ بکنید که گویا از خدا پیام دارید و خدمتی که دارید میکنید برای خدا هستش. آن عطر که و طوری زندگی بکنیم که او شایسته است، او لایق است. آمین. خادمین بیشتر بگید آمین. خداوند تو رو شکر میکنیم. مزمور 39 آیه 4 میگوید ای خداوند عجل مرا بر من معلوم ساز و مقدار ایام را که چیست تا بفهمم چقدر فانی هستم. به من نشون بده که دنیا چقدر بی ارزشه، که من بدونم این زندگی جسمانیم رو باید روشش رو عوض بکنم. به من یاد بده ایام زندگیم چجوری ازش مواظبت بکنم. روی خشم خود رو از من بگردان تا فرحناک شوم قبل از آن که رهرت کنم و نایاب گردم. خب این واقعیت وجود داره که میگن مرگ شطوری که در خونه هم است. درسته؟ خابیده، منتظره، درسته؟ همه ما میمیریم دیگه، کسی حذف میکنه نمیمیره؟ اگر مسیح الان بیاد ما نمیمیریم. ایماندارا طبق کلام خدا روبوده میشن. نخواهم برای کتاب مقدس میگه ایمانداران نمیمیرن بلکه در مسیح میخوابن و همین کلماتو پولس استفاده میکنه. ولی اگه قرار ما بمیریم، اگه قرار که از این دنیا بریم، چقدر خوبه که فرحناک شده از این دنیا بریم. ما ایرانی عادت داریم میگیم که یک شخصی که فوت میکنه میگیم خدا رحمتش کنه، درسته؟ شنیدید اینو؟ خدا رحمتش کنه. کتاب مقدس تعلیم دیگه ای میده. کتاب مقدس به ما نشون میده کسی که زنده هست میتونه شامل رحمت خدا بشه. امروز روزیه که خدا میخواد ما فرحناک بشیم. امروز روزیه که خدا میخواد ما نجات پیدا کنیم. منی که تو این دنیا زندگی کردم و از این دنیا رفتم، چگونه از خدا انتظار دارم اون موقع بر من رحم کنه و منو فرحناک بسازه؟ در صورت که امروز خدا به من این فرصت داده که تصمیم بگیرم چجوری میخوام زندگی کنم. حتی با که ایماندار هستی، نجات پیدا کردیم، خدا رو شکر. اما بعد از خدا بخوایم خدا من ایام من رو نشون بده طوری زندگی بکنم که اراده توست. سرنم که من رو کمک کن که فرحناک بشم قبل از اینکه رحلت کنم. این خیلی قشنگ داره میگه. تو عهد عتیق هم این رویه فکری وجود داشته که قبل از فوتم من باید فرحناک بشم. برای همینه که انجیل میگه بر در قلبت ایستاده میکوبد، اگر باز کنی عیسی مسیح وارد قلبت میشه و میتونی با او مشارکت داشته باشی. کلام خدا میگه امروز روز نجاته. ما یه چیزی داریم در عربی وارد فارسی، زبان فارسی شده، میگیم انشالله اگه خدا بخواد، انشالله اگر خدا بخواد این کارو انجام بده. خود انشالله یعنی که اگر او بخواد، درسته؟ خب خواست خدا همینه دیگه که ما نجات پیدا کنیم. چرا من رو با انشالله واگذار کنم؟
امروز از خدا میخوام که وارد زندگی و قلب من بشه و منو مورد لطف خودش قرار بده. اما گفتیم خدا ایام عمر ما رو به ما تعلیم بده. چجوری خدا ایام عمر ما رو به ما تعلیم میده؟ کجا بفهمیم؟ بهترین سند و مدرکی که خدا میتونه ما کمک بکنه که ایام عمرمون رو بفهمیم کلام خداست. خدا از طریق کلامش به ما نشون میده که ما ایام عمرمون رو چجوری سپری کنیم. من تعجب نمیکنم اگه کسی ایمان آورده داره گناه میکنه در حالی که کتاب مقدس رو نمیخونه. شما وقتی کتاب مقدس رو نمیخونید نسبت به گناه هم شاید بی‌توجه باشید. برادر شما چرا دارید این گناه تو زندگیتون انجام میدید؟ غافل از اینکه ماهاست کلام خدا رو نخونده. خدا از طریق کلامش به ما نشون میده که عمر ما باید چگونه برای او سپری بشه. مهم نیست که من چی فکر میکنم، همش میگه من این فکر رو میکنم، من اینو میگم، من این کارو میکنم. اصلا اهمیت نداره من چی فکر میکنم، مهم اینه که خدا چی میخواد از من و تو. آخه خجالت داره یک انسان دوپا برگرده به خدای خالق آسمان و زمین بگه که من اینطوری فکر میکنم زندگی خوبه. خدا از طریق کلامش به ما نشون میده که خواسته او چی هستش. کلامی که بی نقصه چون کلام زنده خداست. خدا همینطور توسط تجربه فیض خودش در زندگی خود، در زندگی ما رو تعلیم میده. برای هر انسانی خدا فرصتی رو به وجود میاره که با فیض خدا که توسط مسیح آشکار شده روبرو بشه. وقتی ما ایمان میاریم به مسیح اون لحظه است که میتونیم تجربه کنیم که خدا از ما میخواد چگونه زندگی بکنیم. کسانی که در میان ما فیض خدا رو تجربه کردن دستتون رو بلند کنید. نترسید، باید با قوت بلند کنیم. من مسیح زندگی ما عوض کرده. این فیض خداست، نه اینکه من برتر باشم. آیا فیض خدا رو تجربه کردیم؟ اگر در میان ما کسی نیست، کسانی هستن که هنوز فیض خدا تجربه نکردن، امشب وقتشه. همین امشب خدا میتونه فیض خودشو بر ما آشکار کنه. خدا توسط تجربه دیگران ما رو تعلیم میده. خادمین خودش که میذاره در کلیسا، سایر ایمانداران، خدا ما نشون میده تجربه اونها، تجربه خوبه اونها، تجربه بد ما رو یاد نگیرید، تجربه خوب اونها به ما کمک میکنه که ایام خود رو چگونه بشماریم. خدا رو شکر بر این کتاب مقدس برخلاف سایر کتابای دیگه که تو دنیا وجود داره که مقدس هستن، نشون میده که آدم ها چه ضعفایی داشتن، چه نکات قوی داشتن. نشون میده پیامبر داره گناه میکنه، نشون میده پیامبر میگه خداوند منو ببخش. همینجا موسی داره میگه دیگه، میگه خداوند ما گناهکاریم. هیچ وقت موسی ادعا نمیکنه من معصومم و بیگناه هستم. ولی چرا خدا اینو قرار داده؟ که من و شما ایامونو بدونیم چجوری رفتار کنیم، از اونها یاد بگیریم. خدا این گونه به ما حکمت میده. اینجا میگه به ما عقل بده، شاید خدا عقل به ما بده، حکمت میده تا زندگی زمینی خودمون رو طبق اراده خدا به سر بریم. همین پولس که در زندان هست و رساله فیلیپیانو می نویسه اینجور میگه در غلاطیان باب 2 آیه 20 میگه با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکند و زندگی که الحال در جسم میکنم به خاطر پسر خداست که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. روش فکرش عوض شده، دیگه نمیخواد برای خودش زندگی کنه، میخواد برای کسی زندگی کنه که قبل از این که او را محبت کنه، او یعنی متی او را محبت کرد. آیا ما این کار را نمی کنیم؟ اگر بدونیم یه نفر قبلا ما را محبت کرده، نمیایم این کار را بکنیم که ما هم بریم او را محبت بکنیم؟ پولس محبت خدا را چشیده و میدونه که خدا شایسته عبادت هست. با هم نگاه میکنیم در رساله اول یوحنا که آخر کتاب مقدس تقریبا هست. من چند دقیقه دیگه صحبتام تموم میشه. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 15 تا 17 ببینیم که یوحنا به کلیسا چی میگه. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 15 تا 17 به ما میگه، به هممون میگه، میگه به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. چیکار نکنیم به امور دنیوی؟ نشیدم. چیکار باید کنیم؟ دل نبندیم. آقا دل نبندیم به امور دنیا. اونایی که از این دنیا رفتن اگه میتونستن بیان پیش ما شاید همینو به ما میگفتن، میگن انقدر زور نزن، انقدر دل نبند. کلام خدا میگه لازم سونا بیام ما یاد بدن. کسی که دنیا را دوست دارد محبت خدای پدر در او نیست. کسی که دنبال امور دنیوی هست میخواد مسیحی باشه، مسیحی زاده باشه، میخواد اسمش هر چی باشه، اگه دنیا را دوست داری میگه محبت پدر در تو نیست.
دوست داشتن دنیا نیست که من بگم فقط دوست دارم تو این دنیا باشم. راجع به امور دنیوی صحبت میکنه. ما چجور نگاه میکنیم به مسائل دنیوی؟ چجور فکر میکنیم راجع به امور دنیوی؟ اون نشون میده که ما چقدر خدا رو دوست داریم. هر جوری که فکر میکنیم نشون میده که ما چقدر نسبت به خدا محبت داریم. اولین فرمانی که در ده فرمان حضرت موسی آمده، نه؟ نشون میده که ما چقدر خدا رو دوست داریم. دو تا چیز مخالف هم هستن. هر چقدر ما امور دنیوی رو دوست داریم، کمتر خدا رو دوست داریم. هر چقدر خدا رو بیشتر محبت میکنیم، دوست داریم، نسبت به این دنیا بی‌میل میشیم. اشتباه نشه، داشتن امور نیستش که من یه ماشینی داشته باشم، یه خونه. دل بستن به اونها بده. کلام خدا میگه ازدواج بکنید، نمیگه ازدواج نکنید. کلام خدا میگه که اگر کسی به عنوان شوهر سرپرست خانواده است، برای خانوادهش فکر نکنه، پستر از بیمانه. ولی نمیگه دل به این دنیا ببندید. دوستی دنیا دشمنی خداست. دل نبندید. هر آنچه به جهان تعلق دارد، یعنی آنچه نفس اماره آرزو می کند و آنچه چشم می بیند و طلب می کند و آنچه مایه فخر و غرور است، از خدا، از پدر نیست. اینها همه به دنیا تعلق دارد. کسی که به مسیح ایمان میاره، نجات پیدا می کنه، آماده میشه بره برای زندگی ابدی، بودن در حضور خدا. آنچه که در آسمان هست با آنچه که در زمین هست فرق میکنه. برای همینه که مسیح گفت این طور دعا کنید که پدر ما که در آسمانی، ملکوت تو چنان که در آسمان بر زمین بیاد. یعنی طرز تفکر آسمان، روش زندگی آسمانی بیاد رو زمین. اگه قرار باشه ما بریم اون دنیا، همینجوری بخواد باشه که وضع خیلی خرابه، مردم همدیگه رو بکشن و طوفان بیاد و چی؟ آنفلانزا بیاد و دوستامون از کنارمون برن، سرطان بیاد و فرق میکنه دیگه، نه اون آسمان. برای همینه که میگه آنچه که در دنیاست مایه فخر ما نباشه. اگه فخر میکنیم، به اون چیزی فخر کنیم که خدا در زندگی با انجام میده. و آیه 17 میفرماید جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهد رفت، اما هر که اراده خدا را به جا آورد تا به ابد خواهد زیست. خیلی ساده خدا حرف میزنه. میخوای تا ابد زندگی کنی، باید اراده خدا را انجام بده. آیه را اجازه میدید برگردونم؟ معلم کتاب مقدس اینجا نشستن، مترجم کتاب مقدس منو خواهم بخشید. اگر اراده خدا رو به جا نیاری، تو ابد نخواهی زیست. دوباره بگم، اگر اراده خدا رو انجام ندی، تو ابد زندگی نخواهی کرد. اون 70 سال پیشکشت، تو ابد زندگی نخواهی کرد. پس اراده خدا برای ما اینه که نجات پیدا کنیم، نه؟ اراده خدا اینه که ما هم نوع خدا محبت کنیم. یک ساعت داریم صحبت میکنیم. چرا ما نباید طبق اراده خدا زندگی کنیم؟ ما میخوایم طبق اراده خدا زندگی بکنیم. انسان ها اینجوری فکر میکنن. مزمور 144 آیه 3. مزمور 144 آیه 3. ای خداوند، انسان ها اینجوری حرف میزنن، اینجوری دعا میکنن. آدمی چیست که او را بشناسی؟ من خیلی دوستان میان پیش من میگن آقای باقستانی، تو فکر میکنی خدا با اون عظمتش، خدای قدوس، آسمان ول میکنه بیاد پایین شبیه ما بشه به خاطر من بی ارزش؟ انسان چیه؟ آدمی چیست که او را بشناسی؟ و پسر انسان که او را به حساب بیاری. ما خودمون رو گاهی وقتا به حساب نمیاریم، فهم میکنیم خدا هم ما را به حساب نمیاره. خدا برای ما ارزش قائله. کلام خدا میگه انسان مثل نفسی است و روزهایش مثل سایه است که میگذرد. انسان امروز هست، فردا نیست. این روش فکری ماست. دوست دارید بدونید خدا چجوری فکر میکنه؟ چند نفر دوست دارید بدونید خدا چجوری فکر میکنه؟ بقیه دوست ندارید بدونید؟ میخواید بدونید دست رو بلند کنید، منم خوشحال بشم. برای خوشحالی من بکنید. خدا اینجوری فکر میکنه. حزقیال فصل 18 آیه 32. حزقیال فصل 18 آیه 32. گفتم فکرای ما زیاد مهم نیستش. اینجا مهم نیست. خداوند اینگونه میگوید، خداوند یهوه، من از مرگ آن کس که میمیرد مسرور نمیشوم. من خوشحال نمیشم از مرگ کسی. پس بازگشت نموده زنده بمانید. آنچه که باعث شادی خدا میشه این نیست که ما باید بمیریم. اتفاقا یه تراژدیه. چون ما گناه کردیم قراره بمیریم. چون گناه تو این دنیا هست، نتیجه لعنت گناه اینه که ما باید بمیریم. اما اگر خدا ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری، نه؟ رحمت خدا اینه که ما نجات پیدا بکنیم.
خدا میخواد ما نجات پیدا بکنیم. خدا میخواد ما نجات پیدا بکنیم اگر تا به امروز اونو تجربه نکردیم. این اراده خداست، فکر خداست. در انجیل یوحنا ما دو خواهر رو میبینیم با یک برادر که عیسی مسیح خیلی اونها رو دوست داشت. فصل 11 مریم و مرتا و ایلازر به عیسی مسیح خبر میدن که ایلازر داره فوت میکنه. عیسی مسیح تشخیص میده که باید کمی توقف کنه در جایی که هست و دیرتر بره. زمانی میرسه که این شخص فوت کرده، ایلازر، و رو در قبر قرار میده. یکی از این خواهرها میاد پیش عیسی مسیح این رو میگه. در آیه 21 مرتا به عیسی گفت: ای آقا، اگر اینجا میبودی برادر من نمیمرد. خیلی از وقت ما میگیم نه، اگه خدا شفاش میداد نمیمرد، اگر مسیح شفا دهنده است شفا میداد نمیمرد. ولی لیکن الان نیز میدانم که هرچه از خدا طلب کنی خدا آن را به تو خواهد داد. یه معلوماتی راجع به مسیح داشت. اگر عیسی چیزی رو بخواد به خدا بگه میتونه انجام بده. دیده بود دیگه، مسیح مرده زنده کرده، افلیج رو شفا داده، ابرص رو شفا داده. عیسی بهش گفت برادر تو خواهد برخاست. یک خواهر دلشکسته اومده پیش عیسی میگه اگه تو بودی نمیمرد، ولی میدونم اگه تو میبودی و میخواستی چیزی رو از خدا جواب تو میداد. عیسی میگه برادر تو خواهد برخاست. امروز به من و شما میگه شما برخواهی خواست، شما نجات خواهی یافت. مرتا به وی گفت میدانم که در قیامت روز بازپسین خواهد برخاست. به قیامت از مردگان اعتقاد داشت، خدا رو شکر بعضی اعتقاد دارن که بعد از مرگ قیامتی هم است، در مقابل تخت خدا خواهیم ایستاد. عیسی مسیح بدو گفت من قیامت و حیات هستم. این جواب عیسی مسیح امروز برای ماست. من قیامت و حیات هستم. اوست که میمیرد و زنده میکند. هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد. کلام خدا میگه همه ما مردیم زیر گناه تو این دنیا. همه ما مردیم. چون مردیم نمیتونیم اراده خدا رو انجام بدیم. چون گناهکاری نمیتونیم خدا رو روبرو ببینیم. میگه اگر به من ایمان بیاره، اگر مرده باشه زنده میشه. و هر که زنده بود به من ایمان آورد تا ابد نخواهد مرد. تا کی نخواهد مرد؟ تا ابد نخواهد مرد. تا کی نخواهد مرد؟ تا ابد نخواهد مرد. دوست دارید تا ابد نمیرید؟ دوست دارید ابدیت رو در حضور خدا باشید؟ عیسی مسیح میگه به من ایمان بیارید. عیسی مسیح میتونه اینو بگه چون رو صلیب برای گناهان ما مرده. هیچ کس دیگه نمیتونه این ادعا رو بکنه چون کسی دیگه پیدا نشده برای گناهان بشر بمیره. فقط اوست که میتونه بگه نزد من بیایید. اوست که میتونه بگه به من ایمان بیارید چون جریمه گناهان ما رو پرداخت کرد. چون او تنها کسی است که پدر در مورد گفت این از پسر حبیب من که از او خوشنودم. آیا این رو باور میکنی؟ امروز خداوند داره به ما میگه. یه لحظه بغل دستیتون رو فراموش کنید، جلو پشت سریتون. خدا داره به تو میگه، اسم تو رو میخونه، میگه آیا باور میکنی؟ باور میکنی؟ خداوند میگه، او گفت بلی ای آقا، بلی ای آقا، من ایمان دارم که توی مسیح پسر خدا که در جهان آینده است. آینده دیگه وجود نداره. بعضی این آیه رو اشتباه میخونن. داره میگه در جهان آینده دیگه وجود نداره جز عیسی مسیح. تنها اوست که آمد و راه رو گشود تا ما بریم به حضور خدای پدر. آیا باور میکنی؟ امروز خدا از ما میپرسه. بیاید با هم دعا بکنیم. بیاید چند لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم. همه دوستان، چه مهمانان، چه ایمانداران عزیز، چون کمک میکنه حواس ما جای دیگه پرت نشه. به خود او متمرکز بشیم. دوستان عزیز، هیچ کدوم از امروز امشب در این کلیسا، در این خانه مقدس اتفاقی نیامده ایم. خدا این فرصت رو به وجود آورده که امشب بیایم اینجا. ما دعا کردیم، دعا میکنیم که بازماندگان این دوست عزیز که در ایران فوت کردن همه تسلی پیدا بکنن، آرامش پیدا بکنن. این تنها کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. اما کاری بالاتر از این را خدا برای ما انجام داده و اونه که توسط عیسی مسیح شرایط رو به وجود آورده که ما میتوانیم با ایمان آوردن به او زندگی ابدی را تجربه کنیم. عیسی مسیح امروز هم در این ساختمان از ما میپرسه آیا این را باور میکنی؟
شکرت میکنیم ای خداوند. انسان چیست که او را به یاد آوری ای خداوند؟ انسان چیست که بخواد در مقابل محبت عظیم تو قد علم کنه؟ انسان چیست که بخواد به چیزی فخر کنه ای خداوند؟ وقتی محبت تو را بیاد بیاوریم زبان ما قاصر است. عیسی مسیح تسلی دهنده، عیسی مسیح قدوس که امشب در میان ما هستی، با قلوب ما صحبت کن. عیسی مسیح که لازرها را زنده کردی، مریمها را شفا دادی، پتروسها را تبدیل کردی، امشب قادری که بر اساس نیاز ما عمل بکنی. توی مسیح پسر خدا که در جهان آینده است. ای آقا، ای خداوند، امشب به تو ایمان می آورم. اگر در میان ما کسانی هستند که هنوز محبت مسیح را با آنگونه که انجیل می گوید تجربه نکردن، امشب خدا از تو سوال می کنه، از تو می پرسه آیا باور می کنی که من قیامت و حیات هستم؟ آیا باور می کنی که توسط من می تونی ابدیت رو در حضور خدا سپری کنی؟ کلام خدا میگه اگر در دل خود ایمان بیاری و به زبان خود اقرار بکنی تو نجات میابی. آنچه که خدا امشب از من و تو میخواد فقط اینه که در دل ایمان بیاریم، یعنی باور کنی. فقط باور کن و بگو خداوندا، ای عیسی مسیح، با تمام گناهانم نزد تو میام، با دل شکستم به حضور تو میام، با همین شرایطی که هستم در اون زندگی میکنم به نزد تو میام. کلامت میگوید دل خار، دل شکسته رو خار نخواهی شمرد. از تو دعوت میکنم که وارد قلب و زندگی من بشی. از تو میخوام که گناهان منو پاک کنی، تو رو به عنوان نجات دهنده خودم میپذیرم. از تو میخوام که وارد زندگی من بشی و در تمام مراحل زندگیم منو هدایت بکنی. اگر این دعا رو با ایمان کردی، اگر از عیسی خواستی که وارد قلبت بشه، کلام خدا میگه تو نجات پیدا کردی. اگر تو امشب آخرین شب زندگی تو باشه، تو ابدیت رو با خدا سپری خواهی کرد. این اون اطمینانیه که کلام خدا به ما میده. ایمانداران عزیز که با هم جمع شدیم خدا رو عبادت کنیم، در حینی که بعد از جلسه خواهیم رفت به دوستانمون تسلیت خواهیم گفت، اونها رو محبت خواهیم کرد، در مقابل کلام خدا قرار داریم. کلامی که برنده است، کلامی که مثل آینه زندگی ما رو به ما نشون میده. شاید امشب خدا بعضی چیزها رو به تو نشون داد که طبق اراده تو نیست. شاید فهمیدی که دنیا برای تو بی ارزشه. شاید میخوای با خدا عهدی جدید ببندی. میتونی در حضور خدا دعا بکنی، بگو خداوندا تو رو شکر میکنم برای فیض عظیم تو، برای محبت زوال تو. وجود خدا تسلیم تو میکنم، خدا تقدیم تو میکنم، مال خود را، دارایی خود را، استعداد خود را، هر آنچه که دارم به تو میدم. منم میخوام مثل پولس به تو بگم خداوند، میخوام برای تو زندگی بکنم، نه برای خودم، و میخوام برای ملکوت تو ثمر بدم. شکرت میکنیم ای خداوند. هللویا. دعا بکنیم با هم نگه عزیزان، دعا بکنیم.
شکر بر نام تو، شکر بر نام تو. آزاد باشیم در حضور خدا. کلام خدا میگوید هر جا روح خداست آنجا آزادی است. در آزادی خدا دعا بکنیم، صدای خود را بلند کنیم، در حضور خدا روی او را بطلبیم، به او اعتماد کنیم. خدایی که در میان ما امشب قادر است که بر طبق ایمان ما عمل بکنه.